کلاهبرداری اینترنتی قسمت اولش رو میخوام بهتون میگم، چندین تا حالت مختلف تو قسمت های بعدی و یه پلی لیست هم واسش میذارم، میتونید ازش استفاده کنید. ببین داستان چیه. اولین مورد، یه سری دوستان عزیزانی هستن، خانومن معمولا، البته خانم نیستن ها، یک پروفایل اینستاگرامی یا تلگرامی خانوم درست میکنن، توی پروفایلشون عکسای ترید و نمودار و چه میدونم واسهتون دلار و این حرفا میذارن، لابلش سفراشونو گذاشتن، یه فاز خیلی بچه باحال و اینا میان و میان به شما پیام میدن سلام حالت چطوره، یا سلام تمایل داری دوست با من بشی، یه دوستش اجتماعی با هم بشیم. خیلی از مردای حولم که خوششون میاد میگن به به، میگن که آره فلان، شروع میکنن صحبت کردن باشون. حالا اینا یه تو اینستاگرامن که پروفایل دارن و یه سری پست دارن، یه تو تلگرامن که توی عکسای پروفایلشون این عکس گذاشته میشه و معمولا خانومن و میگم دیگه یکم مثلا سندارن، مثلا انگار با تجربه، انگار با تجربه حوزه مالی ان، اهل سفرن، میلفن، این حرفا دیگه. حالا حواستون باشه چه اتفاقی میفته. شروع میکنن صحبت کردن باهاتون و سلام علیک کردن، یا میگه وام با گوگل ترنسلیت ترجمه میکنم، یا میگه شما میتونی با گوگل ترنسلیت صحبت کنی، هلو میگن اولش، گاهی اوقات فارسی میگن، میگم من با گوگل ترنسلیت دارم صحبت میکنم. ولی خیلی از اینا میتونن ایرانی باشن، خیلیاشون هم نه ایرانی نیستن، واقعا خارجیه. و اتفاقی که میفته اینه که بعد از یه مدت صحبت کردم میگن خب تو کارت چیه، من کارم اینه، کجاها رفتی، کدوم کشورا سفر کردی این هفته. بعد که به کار رسیدن شما میپرسید خب کارت چیه، اون میگه که من کار ترید و این حرفا انجام میدم، یا مثلا توی هر چی سرمایه دارم و گذاشتم توی یه شرکتی، اون داره سرمایه گذاری واسم میکنه، مثلا ماهی هم داره مثلا 20% میده، ماهی 20% دلاری باری کلا مگه داری، مگه میشه 20% 12 ماهش شما در نظر بگیرید میشه 240% دلاری. خب یه عدد فوق العاده است دیگه، شما خود دلار که داره بالا میره 240% هم بوش بالا میره دیگه، اصلا یه مشتی واسهتون ساخته میشه. اینجا شما تعجب میکنید چی مگه میشه، یه شکی میکنید. همینجا استاپ کنیم بریم چند تا از پروفایل ها و پیامایی که اینا دادن رو نگاه کنیم، بعد برمیگردیم بریم بیایم. خب پروفایل ها رو دیدید که به چه سبکی و اینا هستم، نمونه پیام اولی هم دیدید. من اکثر اینا رو معمولا دیلیت میکردم، یه دونه بیشتر پیام توی دایرکتم نمونده بود، ولی خیلی پیام داشتم و از اونجایی که حالا اول هم نبودم پیامشون جواب ندادم. نکته‌ای که هستش اینه که بس میان میگن که 5% 20% 30% 40% ماهیانه، روزی 2% روزی 5% شد میگه، میان معرفی میکنن میگن که خب اشکال نداره 10 دلار بذار، 20 دلار بذار، 50 دلار بذار، 100 دلار بذار ببین چی میشه. 50 دلار هم که پولی نیست دیگه، الان 2 تومن دیگه شوخیه دیگه، 2 تومن میذاری بهتون چند تا رست بهتون سود برمیگردونه. بعد میگه ای چه جالب سودتم برداشتم، این سری 500 دلار بذارم. بعد تو 500 دلار میبینی داره بهت سود میده، میگی ای 10000 دلار بذارم. من کسایی رو دیدم 20000 دلار گذاشتن خب و یه عدد وحشتناکی اینجوری ازشون رفته. حالا 20000 دلار هم باز بالاتر هم داشتم و 35000 دلاری هم داشتم. گرفتید چی میخوام بهتون بگم؟ یه همچی فرایند اینجوری داره این فرایند. حالا یه وقته یه اتفاقات دیگه هم میفته. اتفاقات دیگه چیه؟ یعنی لابلای همین قضیه، شما یه پولی اولش میذاری کوچیک سود میگیری، خوشت میاد بیشترش میکنی. اگه یادتون باشه ورلد واید انرژی هم همین بودش، خیلی از دوستان توش مشارکت کردن و پول گذاشتن، گفتن داشتیم سود میکردیم و پول بهمون داده و بعد از مدت غیب شد. ولی بعضیشون به همین بسنده نمیکنن. بسنده نمیکنن یعنی چی؟ یعنی این که میان میگن که خب من میخوام واسه اینکه شما رو احراز هویت کنم ایرانی، دیگه مثلا 10000 دلار، 5000 دلار، 2000 دلار، 1000 دلار پول بزنید. شما مثلا 20000 دلار پول زدید، 1000 دلار دیگه میزنید. دوباره میان میگن که خب احراز هویت شما تایید نشد، واسه اینکه شما رو بیمه کنیم چون ایرانی هستید مشکلی نخورید 1000 دلار دیگه پول بده. دوباره 1000 دلار میزید. ببین من اینا رو دیدم و من از دوستان وکیل ارز دیجیتال هستش، حوزه ارز دیجیتال کار میکنه، پرونده‌اشو به من نشون داده و دیدم که یارو 30000 دلار گذاشته، 35000 دلار گذاشته و تو هر مرحله ازش 2-3000 دلار، 5000 دلار هم سر این چرت و پرتایی که گفتن گرفتن، چون یارو مالشو در خطر میبینه دیگه. باز دوباره اومدن گفتن که بیمه شما انجام شد، واسه اینکه سر مثلا کارتون ارجاع بشه به مرحله بعد 1000 دلار دیگه بریز. دوباره باز 1000 دلار می‌ریزی. می‌دونید چی می‌خوام بهتون بگم؟ باید مراقب این قضیه باشید. تمام اینا کلاهبرداری. چه اون کسی که میاد به شما پیام میده؟
خوشو بش میکنه، هیچکس عاشق چش ابروی شما نیست، هیچ عشق اینستاگرامی هم به وجود نمیاد. اگه دنبال چیزهای دیگه هم هستید و سیغه میگه هم جای دیگه بگردید، نه زنه خارجی که مثلا باش صحبت کنید. کاملا کلاهبردارم، کاملا کلاهبردارم. و خیلی از اینا میان میگن که مثلا زیر مجموعه آوردنی نیست، اصلا من تو زیر مجموعه من نمیشی، خودت خواستی برو انجام بده، این سایت بهت معرفی میکنم. اون گل فروششو زده یه جایی. پس یه حالتش اونایی که مراجعه میکنن، یه حالتش هم بعد از اینم که یارو پولو میریزه تازه میان میگن که خورد خود بیا این پولا رو هم به ما بده واسه بیمه، واسه برگردوندن پولت، واسه احراز هویتت. از این چرت و پرتا یه سریشون ایرانی هستن، بلخص اونایی که صرافی ایرانی رو میشناسن، چون یه سری آدم ها رو مورد خطاب قرار میدن، مثلا ارز دیجیتال نمیدونن چی، میگن برو اینجا ثبت نام کن، حالا این کارو بکن، حالا اون کارو بکن. اینا ایرانی هستن، اینا رو از طریق مثلا شرط قضایی و واسهتون بگم از طریق وکیل گرفتن این حرفا یک سری ها به نچه رسیدن، اونایی که داخل ایران بودن. ولی خب اونایی که داخل ایران نبودن عملا پولشون خورده میشه و میره. خواستم این مدل رو باهاتون در میون بذارم که این روش گروه شما کلاهبرداری صورت نگیره، ارز دیجیتالتون به فنا نره، یا اینکه اصلا اگه این کار نیستید. اتفاقا یاد یه موضوع پرونده دیگه هم افتادم که باز توی جلسه با این بنده خدا به من گفته شده بود، یه آقایی بود اصلا هیچی ارز دیجیتال بلد نبود، هیچی. بعد این آدم دیده بود سود میده، کل زندگیشو گذاشته بود رو اینجا، حالا شهرستان هم بود، میگفت ماشینم فروختم 500 میلیون، یه 100 میلیون خودم داشتم، 600 میلیون گذاشته بود، کل دارایی زندگیش بودش. حتی از کارش هم استعفا کرده بود، گفت بخوره بخوابه دیگه. خیلی مراقب باشید، خیلی مراقب باشید، منتظر ویدیوهای بعدی کلاهبرداری اینترنتی هم باشید که واسهتون منتشر میکنم و ان شاءالله استفاده کنید و سرتون کلاه نره. یا علی اگه سوال داشتید بپرسید، فرشادم تو کانال یوتیوب فرشادید، فالویتون نره. یا علی خدافظ.